علی کشتگر از انقلابیون سابق که در آن زمان در جنبش دانشجویی فعالیت گسترده‌ای داشت و در نهایت به یکی از مهمترین سازمان‌های انقلابی آن دوران به نام سازمان چریکای فدایی خلق پیوست می‌گوید تبلیغات کمونیست‌ها در آن زمان بر روی اختلاف طبقاتی متمرکز بود. او می‌گوید در دانشگاه‌ها این صحبت را مطرح می‌کردیم که چرا باید در کنار لوله‌های نفت و گاز مردم در دهات فقیر باشند. هول و هوش تخت جمشید هر کس با ماشین رد می‌شد می‌دید که مردم آب آشامیدنی ندارند و بعد با آب و تاب همه جای ایران صحبت می‌شد که در جشن‌ها غذا از پاریس آوردند و سران جهان هدایای گرانبها گرفتند و خرج‌ها هم یک کلاغ چهل کلاغ می‌شد و جامعه‌ای که نیمیش محروم بود این حرفها را باور می‌کرد. بدین ترتیب در جریان سلطنت شاه او هرچه به سال 57 نزدیک شد بیش از پیش اعتبار خود را از دست می‌داد.